سیر رو به افزایش شمار بیماران و جانباختگان کووید 19 در افغانستان. تنها در 24 ساعت گذشته 56 بیمار کرونا در کشور جان باخته و 1822 بیمار تازه شناسایی شدند. سازمان صحی جهان هم گفته افغانستان در میان 9 کشور است که نسبت به یک هفته پیش شاهد افزایش مبتلایان کرونا در جهان بوده است. مردمان افغانستان چه میکشند؟ امکانات درمانی چیستند؟ ضعف ها چگونه؟ از واکسن چه خبر؟ مهمتر چه در پیش است؟ سلام، با فراخبر امشب خوش آمدید. آقای دکتر غلام دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، در استودیو حضور دارند. خوش آمدید. و آقای دکتر آرش علایی، رئیس مؤسسه جهانی تندرستی و سلامت، از دوشنبه روی خط اسکایپ به برنامه پیوستند. بسیار خوش آمدید آقای دکتر علایی. آقای نظری، با شما آغاز بکنیم. هر روز واقعات افزایش پیدا میکنه، پس به نظر نمیرسه در نقطه پیک یا اوج باشیم. متاسفانه هنوز نرسیدیم. درست. بر اساس مدل را که وزارت صحت عامه افغانستان و کمیته ساینس پیش بینی کرده، نهایتا تا یک هفته دیگه ما باید به اوج وقت برسیم، ولی این در حد یک پیش بینی است. ربط مستقیم به مراد کردن و مراد نکردن نکات وقایوی و وضعیت در کشور داره. امکان داره که ما زودتر از او برسیم به اوج، و امکان داره که متاسفانه ای برای یک هفته یا دو هفته دیگه هم به تعویق. 4 هفته بحرانی و دشوار از روی کدام تحلیل میه؟ متاسفانه که همون که گفتیم، هنوز ما به اوج نرسیدیم و پیش بینی را که انجام دادیم به این معناست که ما یک هفته دیگه به اوج میرسیم و بعد از او حداقل 3 هفته دیگه نیاز برای داریم تا تعداد واقعات ما کم شده بره. بر اساس این مدل که پیش بینی شده که یک هفته دیگه ما به اوج باید برسیم، متاسفانه 4 هفته بسیار دشواری را پیش رو داریم که باید با او دست پنجه نرم کنند چپن سپیدان ما. درست. پس یکان ابزار که فعلا شما فکر میکنین داره نیست که مردم توجه کنه، درست؟ متاسفانه. ولی مردم میپرسه که آیا شما منتظر یک مافیات کتلوی یا به اصطلاح گلهی هستن که همه مصاب شوند، یا کدام برنامه هم دارن که امی سیر کرونا را بیارن به طرف نزولی؟ حالا ما هر روز میرین به طرف بیشتر شدن. مطمئنا یکی از مهمترین موضوعاتی را که وزارت صحت عامه داره و است تا ما تمام تلاش ما است تا ما بتانیم سرعت انتشار را کم بسازیم، و این سرعت انتشار ما را کمک میکنه تا ما تعداد واقعات را همزمان در سکتور صحت نداشته باشیم که فشار سر سکتور صحت بیاید و ما شکنندگی را شاهد باشیم. به این دلیل است که محدودیت ها را بنابر نیاز و مبنی بر حقیقت ها و شواهد در ولایت های از افغانستان اعلان میکنیم. در 16 ولایت اول مکاتب را رخصت کردیم به تعقیب از او. محدودیت های دیگر چون بسته شدن تالار عروسی را مطرح ساختیم، پیشنهاد کردیم در تعقیب از او کار کردن تمام کارمندان دولتی بالاتر از 55 سال را از طریق خانه مطرح کردیم، اجباری شدن ماسک در اماکن عمومی را مطرح ساختیم. این محدودیت هایی است که مطمئنا ما را کمک میکنه در بتی ساختن انتشار ویروس در کشور، و یکی از عوامل میشه که در واقع هم فشار حد اکثری را بر سکتور صحت افغانستان پایین میاره و گسترش ویروس و انتشار ویروس در جامعه سرعتش کم میشه. درست. ولی بیاین روی محدودیت ها بیشتر گپ بزنیم. محدودیت های تازه شما نام بردن، هنوز هم که من و شما صحبت میکنیم تطبیق نشدن. از 22 جوزا که روز شنبه تطبیق میشه، مردم میپرسن چرا از دیروز نه، چرا از امروز نه، از همین لحظه نه، منتظر چی هست؟ یک تعداد از محدودیت های را ما وقت وضع میکنین ابعاد مختلف بر علاوه صحی داره و نیاز برای است تا ما او صنف های کاری را که ما محدودیت وضع میکنین با اونا صحبت شد و آمادگی های را داشته باشند تا بتانیم. به طور مثال، مسئله بسته شدن تالارای عروسی را، یک تعداد زیادی از خانواده ها متاسفانه بنابر اونمو از قبل آمادگی را که داشتن محافل عروسی را داشتن. به نمی دلیل ما وقت میخواستیم که یک هفته بعد تالارای عروسی را بسته کنیم، یک هفته قبلش ما خبر دادیم به تالارای عروسی که شما باید نهایتا تالارای عروسی تان به حالت آماده باشین که شما تا یک هفته دیگه باید بسته بکنیم. هم قسم که پیشتر ما گفتم، ما بستگی بر شواهد و حقیقت ها محدودیت ها را وضع میکنیم، و این محدودیت ها برمیگرده به اینکه چی مقدار در کدام وضعیت ما انتشار ویروس را میتونه برای ما کاهش بده. اینکه تطبیق محدودیت ها چطور کنترل میشه، ما میایم
بخوای دکتر علایی، باز هم شما خوش آمدن. ما مایل هستیم که در این برنامه روی راه‌های درمان کووید 19 بدانیم. اولی که کووید 19 تا چه زمانه نیاز دیده نمیشه برش که رفته شد به بیمارستان، یعنی یک بیمار کووید 19 تا چه زمانه میتونه که در خانه بمانه؟ عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان محترم و جناب دکتر نظری از وزارت تندرستی کشور افغانستان. ببینید، ما دو تا موضوع رو باید بدانیم. یک، اول بحث پیشگیری، بعد قسمت درمان. پیشگیری کووید 19 چرا سخته؟ به خاطر اینکه ما فقط 20% افراد نشانه های شدید رو میگیرند، حدود 60% افراد نشانه ها رو به صورت خیلی کم میگیرند، یعنی سرفه زدن، تب داشتن یا بدن درد، ولی 20% افراد هیچ نشانه ای ندارند. و اینجاست که مهمه که مردم همیشه، نوابسته به اینکه نشانه یا علامت کووید دارند، نوابسته به اینکه نشانه های شدید در بیمارخانه دارن، همه مردم باید پیشگیری کنن. چرا؟ چون 20% افرادی که هیچ نشانه ای ندارن میتونن کووید داشته باشن در 20% افرادی که کووید گرفتن بدون علامت. پس همه مهمه که این نقاب زدن یا ماسک زدن رعایت کنن و فاصله اجتماعی. حالا میاد سراغ اینکه افرادی که بیمار شدن و تشخیص شده که کووید دارن، شاخص ها متفاوته، ولی یک شاخص های استاندارد اولیه هست. البته بستگی به شرایط میتونه این فرق کنه. اولین موضوعش اینه که افرادی که فقط سرفه دارن، بدن درد دارن یا تب دارن، اینا نیاز نیست که سراسیمه بشن برای اکسیژن، نیازی نیست سراسیمه بشن به بیمارخانه ها بروند. با یک داروی ضد سرفه یا با یک داروی ضد تب که رایج‌ترینش همین پاراستامول یا استامینوفنه، میتونن در خانه بمانن ولی رعایت پیشگیری دو هفته رو بکنن. افرادی که دچار تنگی نفس شدید شدن یا تونتون نفس میکشن به حالتی که در یک دقیقه بیش از 24 بار در یک دقیقه نفس میکشن یا احساس گیجی میکنن، اینا حتما باید برن به بیمارخانه و در بیمارخانه یا بیمارستان اقدامات درمانی میشه. ولی در کل با مطالعاتی که در دنیا هست، در تمام تحلیلایی که شده، 80% بیمارانی که کووید میگیرن نیاز به هیچ اقدام درمانی دارویی ندارند. 80% افرادی که کووید میگیرن هیچ درمان دارویی نمیخواد. ولی مهم چیه؟ مهم اون پیشگیریه. چون این پیشگیری اگر نشه، همونجوری که شما فرمودید، ببینید اون 20% داره تو جامعه بیماری رو میده بیرون، میتونه در یک روز 30 نفر 40 نفر دیگر بیمار کنه و همینجور تصاعدی میده بالا و ما پیکار 2 تا 4 هفته بعد خواهیم داشت. یعنی اگر همین امروز اقدام بشه، انتظار هست 4 هفته دیگه نتیجه بده، ولی اون مردمن که باید خودشان رعایت پیشگیری را اکیداً انجام بدن. درست. چون شما یاد کردن که کسی که سرفه میکنه در پلوش یک جان دردی داره، اینها نیاز نیست زیاد نگران باشه، ولی یک شمار از بیننده ها کمی لازم میبینن پرسش‌های مشخصی دارن. مثلا سرفه‌ای که با راه رفتن، با فعالیت فیزیکی یا حتی حرف زدن زیاد میشه یا پیدا میشه، حداقل چقدر جای نگرانی داره در وضعیتی که مثلا بیماران است که اکسیژن خونشان بالای 80-85 هست تا 90 هست، ولی این گونه سرفه دارن که با فعالیت فیزیکی یا راه رفتن زیاد میشه؟ من میخوام یک کمی شفافتر برای بینندگان برنامه شما توضیح بدم. اینه که ما نباید نگران باشیم، سراسیمه بشیم، واهمه داشته باشیم، چون بیماری رو کاملا بعد از 1.5 سال میشناسیم، ولی باید احتیاط کامل انجام بدیم. احتیاط کامل یعنی چی؟ یعنی حالا که در بسیاری از کشورها امکان انجام تست PCR برای همه نیست، یک. دو، میدانیم تست های PCR در 3 روز اول، 4 روز اول بیماری احتمالاً خطا کنند. این وابسته نیست که در کدام کشوره، در همه کشورها از زمانی که ویروس وارد میشه 3 تا 5 روز میتونه تست های تشخیصی کووید 19 خطا کنه. پس دو تا موضوع: یک، کمبود تست; دو، اصلا ماهیت تست و ماهیت ویروس. احتیاط باید همه بکنن. هر کسی که در جامعه هست، چه نشانه دارد چه ندارد، باید پیشگیری کنند. حالا چه کسانی که باید در قرنطینه بمانند؟ کسانی که حتما سرفه دارن. حالا این سرفه خشک میتونه باشه
میتونه بعضی افراد بلغمی بگیرن ولی بیشتر سرفه های کووید خشکه، منتها چون تشخیصش سخته همه افرادی که سرفه دارن با تب و بدن درد باید گمانبری کنند، بدون واهمه، بدون ترس گمانبری کنند که کووید دارند. چه باید کرد؟ چون فقط این نشانه ها رو دارن نیاز به درمان خاصی نیست، 2 هفته در قرنطینه بمانند. اینجاست که من میگم احتیاط. پس 1، واهمه نداریم، ترس و سراسیمه نداریم، نیاز نیست که این افراد اکسیژن بگیرن، نیاز نیست هجوم ببرن به بیمارخانه، ولی اگر این افراد رعایت پیشگیری رو نکنن، در خانه نمانند، نقاب ماسک نزنن، اگر ماسک نیست ماسک های پارچه دست دوز 2 لایه 3 لایه درست کنن بزنن، هر چیزی که باعث بشه. من میخوام از اینجا یک استعاره به کار ببرم، ملت افغانستان سالها زحمت کشیده از خاک خودش دفاع کنه، حالا خاک اون افراد بدن اون افراده، شش شما خاک شماست، نباید بذارید این ویروس که ویروس زیرک و حیله‌گری است و ماهیت شعوذ بکنه وارد زمین شما که شش شماست بشه. با هر چی که میتوانید جلوش رو بگیرید، این مهمه. و در کسانی که گمان بری داریم با توجه به نشانهایی که دارن نباید بذارن این ویروس خارج بشه که وارد بدن دیگران بشه. درست. در افغانستان یک مشکل عمده و کلان که در برنامه قبلی هم آقای دکتر نظری گفتن موضوع اکسیژن هست. مردم هجوم بردن به کارخانه های تولید اکسیژن، منتظر هستند شبها و روزها، کسانی است که یک شب دو شب منتظر میمونن تا یک بالون اکسیژن به دست بیارن. به همون دلیل میخوایم بپرسیم که اگر کسی احساس نفس تنگی داره، برخی از بیماران گزارش میشه که احساس نفس تنگیشان خفیف است، در خانه هستند، کاری که به صورت آنی میتونن انجام بدن چی است؟ در افغانستان راههای سنتی آزمایش میشد قبلا، مثلا تنفس پیاز، تنفس سیر و همونطور منتول یا وکس خشک. شما چه توصیه دارین؟ بینندگان عزیز توجه داشته باشن که به علم تکیه کنند، نه به شایعات. هیچ کدام از اینها پیشگیری از ویروس نمی کنه و هیچ کدام از اینها باعث بهتر نفس کشیدن نمیشه. آنهایی که احساس تنگی نفس میکنن، خیلی افراد شاید احساس تنگی نفس کنن ولی احتیاج به اکسیژن ندارن. کسانی به اکسیژن نیاز دارن که عرض کردم تونتون و کوتاه نفس میکشن و مقدار اکسیژن خونشان، این دقت کنید، بله، قبل از کووید شاید 92% 94% معیار بود ولی حالا با توجه به مطالعاتی که شده میتونه حتی تا 85% هم اکسیژن نگیره این افراد. پس انقدر واهمه نسبت به اکسیژن نباشه، ولی افراد باید بدانن استفاده از طب سنتی در اینجا جایز نیست، چون ما کاملا ویروس ها رو میشناسیم، کاملا میدانیم اینها نه با اسفند از بین میروند، نه با دود سیر و پیاز از بین میروند. مهمترین چیز اینه پنجره ها رو باز کنید، مهمترین چیز اینه که در هوای گرم تابستان هستیم، بله، ولی ایر کاندیشن ها، کولر ها، سرماساز های خانگی باعث چرخش بیشتر ویروس در یک مکان بسته میشن. اگر گرمای بیرون رو نمیتونید تحمل کنید، لطفاً ایر کاندیشن یا کولر روشن میکنید، حتماً پنجره ها رو باز کنید. باز کردن پنجره، هوای تازه باعث میشه که مقدار ویروس در فضا کم بشه. وقتی که مقدار ویروس کم بشه یا بیماری زایی ایجاد نمیکنه یا اگرم بیماری زایی ایجاد کنه خیلی خفیف خواهد بود. بسیار تشکر، ما به شما برمیگردم. آقای دکتر نظری، در رابطه با راه‌های تطبیق محدودیت ها صحبت میکنم، از روز شنبه قرار است هتل ها، رستوران ها، هاوس های بازی و باشگاه ها بسته شود، درست، و در ضمن ماسک اجباری شود در مکان های مزدحم. چطور تطبیق میکنه، چطور کنترل میشه این؟ بر اساس تفاهمی که وزارت اعطام افغانستان با سکتورهای امنیتی داشته، قرار بر این است که بر علاوه تیم‌های نظارتی کمیته مبارزه با کرونا ولایتی که در رأسش در هر ولایت والی صاحب ولایت میباشه، شهروالی و نیروهای امنیتی در عضو از اون میباشن، توسط او کمیته و همزمان با او نیروهای امنیتی مستقیما در قسمت همکاری با وزارت اعطام افغانستان و مطمئن ساختن خود از پوشیدن ماسک توسط افراد در اماکن عمومی با ما کمک خواهند کرد. همزمان با او تیمای نظارتی شهروالی های ولایت افغانستان در قسمت بسته بودن تالارهای عروسی، ورزشگاه ها و اوزای آبازی با ما کمک خواهد کردن.
و همزمان در قسمت محدودیت را که هیچ رستورانت بالاتر از 10 نفر را نمیتونه در یک زمان در فضای بسته پذیرایی بکنه، هم شوروالی های ولایت های مربوطه با سکتور صحت عام افغانستان همکاری خواهند کرد. درست، پس به صورت کلی بسته نشد، نسبی از دیگه بسته شده رستورانت ها. رستورانت ها به شکل نسبی هسته در فضای باز، در صورتی که فاصله اجتماعی را مراعات کنند میتونن مهمان پذیرایی بکنند. درست. و در فضای بسته تنها تا 10 نفر را میتونن در یک مقطع از زمان داشته باشند که او خود باعث از این میشه که گسترش ویروس این احتیاط های شما بخاطر همون بود اقتصادی مثلا از حتما مطمئنا. ولی در باره اجبار شدن استفاده از ماسک، چرا بالای همه اجبارین؟ کشورهای مختلفی کار کردن، شما از چی میترسین؟ نه، ما اتفاقا در 16 ولایت افغانستان اجباری شدن ماسک در تمام اماکن عمومی توسط تمام افراد را مطرح کردیم. یعنی قرار بر این نیست که مسئله اجباری شدن ماسک در اینجا که مکانهای مزدحم، خب یک کسی میگه اینجا مزدحم نیست. ببینین مسئله که بسیار مهم است موضوع نظارت از واسطه. بله، اگر ما بگوییم که خب در همه مکان ها باید ماسک استفاده شود، در واقع ما اون مسئله را گفتیم، ولی در کنار از او گفتیم در اماکن مزدحم 100% ما نظارت جدی از او خواهد داشتیم. به طور مثال اگر یک نفر میره داخل مندوی کابل، بله، مطمئنا تیمای نظارتی ما در مندوی کابل به خاطر نظارت اگر کسی استفاده نکنه چی میشه؟ این نیروهای امنیتی با برخورد جدی با اونا صورت خواهد گرفت. کسا دستگیر میکنن میبرن؟ مطمئنا میتونه دستگیری باشه، میتونه دستگیری باشه، میتونه در صورتی که مکررن باشه. چون کشورهای مختلف جریمه دارن، جریمه های هنگفت و بسیار سنگین دارن. در حال حاضر ما موضوع جریمه را مطرح نساختیم، چون بازم برمیگردیم به عملی بودن موضوع. خب، که اگر قرار بری باشه ما جریمه شود، سیستمی که باید با چه شکل پول پرداخت میشه، با چه شکل پول باید با بانک مرکزی انتقال بکنه، این بحثا هست که در این مقطع از زمان زمانگیر خواهد بود و راه حل مناسبی هم نیست. به این دلیل ما فقط بر اجباری بودن ماسک و نظارت توسط نیروهای امنیتی و تیم‌های نظارتی کمیته مبارزه با کرونا در سطح ولایتی از اون نظارت خواهند کرد، در صورتی که کسی باشه مطمئنا با او بار گفته خواهد شد، و در صورتی که یک فرد ببینن که چندین بار این کار را میکنه موضوع دستگیری هم مطرح خواهد بود تا ما بتانیم در واقع مردم را متقاعد به این بسازیم تا ماسک استفاده کنند. درست. در رابطه با امکانات شما، اول آیا دیگه بستر ندارن یا هنوز بسترهای خالی زیاد است شفاخانه؟ در شفاخانه هایی که فعال شده بستگی داره. به طور مثال ما بستگی بر نیاز شفاخانه ها را در حال اضافه کردن هستیم. در کابل را اگر مثال بگویم، تنها یک شفاخانه افغان جاپان بود، ما با مجرد از اینکه دیدیم زیاد شد شفاخانه قصبه را فعال ساختیم، شفاخانه علی جناح را فعال ساختیم. در آستانه فعال ساختن شفاخانه در اندونزیا که در ارزان قیمت کابل هست با ظرفیت 50 بستر، در آستانه فعال ساختن او شفاخانه هستیم و در صورتی که نیاز باشه تمام شفاخانه ها را ما تبدیل به کویت خواهد کردیم. ولی همون قسم در ولایت افغانستان هسته، ولی شفاخانه و بستر درد را دوا نمیکنه. مهمترین موضوعی که فعلا در حال حاضر است موضوع کمبود اکسیژن است. ما یک ظرفیت حداکثری در افغانستان به خاطر تولید اکسیژن داریم. با وجود از اینکه بر اساس تفاهمی که با کشور ازبکستان صورت گرفته قرار است 1000 بالون اکسیژن فردا به مزار برسه که همو حوض شمال را کامل تحت کنترل کمک خواهد کرد در حداقل کوتاه مدت، و همون قسم در حوض غرب افغانستان از مشهد، از ولایت مشهد ایران قرار است که دو روز هفته دو موتر اکسیژن، تانکر اکسیژن به ولایت هرات برسه که اوزار کمک. تازه هم فکر میکنم با یونیسف دارن مطمئنن. خوشبختانه که 10 دستگاه تولید اکسیژن یا اکسیژن پلانت به افغانستان رسیده. ما عملا اون رو امروز از گمرک میدان هوایی بیرون کردیم، به طرف 10 ولایت افغانستان در حال حرکت هست، و ما با اینده بسیار نزدیک ولایت هایی که واقعیت مثبت بیشتری را دارد، چون پروان، بلخ، ننگرهار، پکتیا از جمله ولایت هایی هستند که ما اکسیژن پلانت ها را در اوج فعال ساختیم در شفاخانه ها تا مریض بتونه راحت از بستر، از در کنار بستر اکسیژن. مشکل کمبود اکسیژن در شفاخانه های مثل افغان جاپان وجود دارد؟ مطمئنا. ما یک چیز را به صراحت برتون میگم، خوشبختانه تا امروز هیچ یک از هموطن ما بخواد دلیل کمبود اکسیژن جان خود از دست نداده، ولی باور بکنین از شخص وزیر صحت عامه کشور گرفته و شاید حتی بگویم از شخص جلالت مآب رئیس جمهور گرفته تا پیاده ای که در شفاخانه افغان جاپان یا در هر شفاخانه هست پشت یک بالون اکسیژن میگرده. ما تونستیم مقطعی مدیریت بکنیم، با مجرد از اینکه اکسیژن به افغان جاپان کم شده کوشش کردیم از اکسیژن پلانت شفاخانه جناح چند کپسول پر کنیم به اوج انتقال بدیم، از ننگرهار بیاریم، از ولایتی که نیاز آنچنان نداشته. حتی
دیروز ما 82 بالون اکسیژن را بعد از 3 روز موتر اکسیژن بالون‌های خالی را به کندار روان کردیم، از کندار بالون اکسیژن آوردیم. مشکلات را ما مدیریت میکنیم، ولی متاسفانه یک بحران جدی وجود دارد. تشکر. آقای دکتر علایی، سوال اصلی ما درباره بلند بردن معافیت هست که اگر بخواید پیشنهاد بدید یک فهرست برای مردم افغانستان. خب قبلا روی ویتامین ها ای و دی صحبت میشد، روی زینک صحبت میشد که استفاده شود. خب شرایط بحرانی است و کسانی که واکسن زدن آیا اینا راحت باشند، کدام کار خاصی نکنن؟ دو بخش و یک مسئله که درباره مشکل اکسیژن فکر میکنین چی باید شود، تجربه سایر کشورها چی است؟ من میخوام یه مقدار بیشتر برم سمت پیشگیری، بعد میام خدمت شما و برای جواب سوال شما. ببینید، اینجا نقش افراد کلیدی جامعه در کنار وزارت بهداشت بسیار مهمه. من میدانم شما لوی جرگره دارید، افراد ریش سفیده دارید، افرادی که نفوذ دارند در مردم، اینها باید بیان و درگیر کار بشن، خودشان ماسک بزنن، خودشان سعی کنن مردم هم آرام کنن، هم توصیه های سلامتی رو بدن، چون این تجربه بین المللیه. وزارت تندرستی به تنهایی در هیچ جای دنیا نمیتواند این کار را جمع کنه. پس باید افراد کلیدی جامعه بیاد. نقش شما رسانه ها همجوری که میپردازید ادامه داشته باشه که بتونیم پیشگیری کنیم. اگر پیشگیری نکنیم، ببینید، هیچ وقت کابل امکانات نیویورک نداره. یاد ما نمیره که نیویورک، ما اونجا تخت بیمارستانی کم بود، در پارک ها مجبور شدن تخت بزنن. پس مهمترین چیز پیشگیری اول، که نقش افراد کلیدی اینجا مهمه. دو، سر این که افرادی که مبتلا شدن آیا داروی خاصی میخواد؟ نه. آیا ویتامین خاصی میخواد؟ اگر ویتامین در دست است، همین گیاهای سبزی که هست، سبزیجات، میوه هایی که هست. اگر میوه ها و سبزیجات هم نیست، باز نگران نباشید. چرا؟ چون بدن افراد به تمام افرادی که کووید میگیرن، چه اونهایی که خدای نکرده فوت میکنن، چه اونهایی که فوت نمیکنن، سیستم دفاعی بدن خودش ویروس از بین میبره. درست. مشکلی که پیش میاد، چرا بیماری شدید میشه و فوت میکنه، اینه که دستگاه دفاعی بدن بیش از حد نیاز کار میکنه و سلولهای خودش را از بین میبره. پس نیاز به یک اقدام خاصی برای 80% نیست، مشکل اون 20%ه. اون 20%ی که شدید میگیرن، متاسفانه اولین چیزی که باید در دست داشته باشد اکسیژنه، که حالا من میدونم مدیریت داره میشه، ولی اون 20% نسبت به جمعیتی که بیمار میشن خیلی کمه. پس مردم باید سراسیمه نشن نسبت به اون موضوعی که همه اکسیژن نمیخوان. ضمن این که کسانی که واکسن میزنن، ببینید، کسانی که واکسن میزنن، هدف از واکسن کاهش مرگ. ما میدانیم هیچ واکسنی در دنیا نیست که 100% پیشگیری کنه. اینها تا حدود 100% از مرگ پیشگیری میکنن، ولی افرادی که واکسن زدن میتونن ویروس وارد بدنشان بشه، وارد ششان بشه و به دیگران بیماری رو بدن، ولی خودشان به صورت خیلی خفیف میگیرن اگر بخوان بگیرن. درست. بستگی به نوع واکسن، مثلا در واکسن آسترازنیکا تا حدود 70% اصلا بیماری رو نمیگیرن، ولی اگه 30% قرار باشه بگیرن، خیلی کم میگیرن، شدید نمیگیرن، فوت نمیکنن، ولی چون میتونن ناقل بشن، نه به خاطر واکسن، به خاطر اینکه از ویروس مبتلا میشن، اینها هم باید رعایت کنن. پس این نیست که هر کسی واکسن زد بگه من دیگه پیشگیری نمیکنم. نه وابسته به علامت ها، نه وابسته به افرادی که واکسن زدن، همه باید نقاب بزنن. بسیار تشکر. آقای دکتر نظری، یک دقیقه فرصت وجود داره که از مردم چی میخواین، چی کنن؟ تشکر. ما به تایید گفتار دکتر سبلایی، چیزی را که در نهایت مجبور شدیم، فردا یک فراخوان ملی را خواستیم در کابل، در لوی جرگه در کمپ لوی جرگه در فضای آزاد برگزار میشه. خواهش من به نیست یک کارمند سکتور صحت افغانستانی است، از بزرگای کشور بیاین و اوجا همصدا با رهبری وزارت صحت عامه افغانستان، همصدا با سکتور صحت عامه افغانستان، از مردم بخواهند تا در قسمت جلوگیری از انتشار ویروس سکتور صحت عامه افغانستان را کمک بکنند، تا ما بتانیم یک نقطه پایانی در اوج سوم داشته باشیم. بسیار تشکر از شما آقای دکتر غلام دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، و آقای دکتر آرش علایی، رئیس مؤسسه تندرستی و سلامت، که از دوشنبه به برنامه پیوستند. و تشکر از بیننده های فراخبر. شامتان بخیر.